شرح دعای نورانی صحیفه سجادیه از امام زین العابدین علیه السلام بودیم، به اینجا رسیدیم که فرمود در محضر ذات مقدس حق به دعا و نیایش عرضه داشت: اللهم فصل علی محمد امینک، امینک علی وحیک. اینکه امین بر وحی بودن از خصوصیت رسول خدا در این فقره از دعا قبل از سایر اوصافش آمده و اهمیت داده شده، این به این جهت است که از مهمترین و اولین شرط رهبری امت امین دین خدا بودن است. مهمترین خصوصیت، مهمترین بارزه و مایزه‌ای که باید رهبری امت اسلام داشته باشد، مسئله امین بر دین خدا بودن هست. خدای تعالی در قرآن مجید فرمود، خطاب به رسولش: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، بما اراک الله. بدون تردید یک وظیفه است، یک هدفی است، یک فریضه است، یک شریعتی است از شرایع پروردگار که باید حکم بین الناس به ما اراک الله باشد. لما لا به ما اراک الاحزاب و سلائق و الاقوام رؤساء القبائل و الاشراف الى آخر. بدون شک و تردید زمان رسول خدا مثل هر زمان دیگر و مثل الان هستند متنفذین، صاحبان زر و زور و تزویر، کسانی که میخوان با چاپلوسی، با خیانت به بیت المال بیان چپاول بکنند، بدوشند رهبری امت رو، از او بخوان سوء استفاده بکنند برای تقویت احزاب خودشون، گروه های خودشون، سیاست های خودشون رو دنبال بکنند از طریق رهبری تا اونجا که ممکن هست از رهبری مایه بذارند، تا اینکه اون سلائق خودشون رو، اون احزاب خودشون رو، اون سیاست‌های خودشون رو بتونن دنبال بکنن. طبعا خدای تعالی امین هشدار رو به رسول خدا داد: به ما اراک الله، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که حکم بین مردم بکنی، اما دقیقاً به همون خط و نشانی که ما برایت کشیده ایم، نه آنچه را که اشراف قبایل عرب و انواع مکتب‌هایی که بودن، صدقه‌هایی که بودن از تو می‌خواستن. خیلی خیلی پیشنهادات مختلفی به رسول خدا شده بود که با اونها از سر وفق و بعد همداستانی در بیاد رسول خدا و حضرت قبول نمی‌کرد، جز حکم به مر قانون خدا. فلذا این مسئله خیلی مهمه. خدای تعالی به این قضیه در آیات مختلف، آیات چند آیه، آیات مختلف بسیار بسیار تأکید فرمود. در جایی که فرمود لو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، اگر این پیامبر ما، پیامبری که خدای تعالی در اوصافش
در قرآن مجید او رو به عنوان خاتم النبیین اون رو حضرت رو معرفی بکنه، علی خلق عظیم معرفی بکند و به اوصاف مختلفی که هیچ مانند ندارد این اوصاف برای هیچ بشری، اعزادک این چنین تهدیدآمیز، این چنین قاطع و بدون تعارف اخذ نام نوبل یمین. یمین یعنی دست راست. دست راست مقصود این نیست که ما دست راستش رو قطع میکنیم، یمین مظهر قدرت هست، یعنی قدرت رو از او سلب میکنیم، یعنی کافیست که یک آن اراده بکنیم نفس او رو بند بیاریم، تمام و سلام. ثم لقطعنا منه الوتين، شاه رگ او را میزنیم، وتین یعنی اون رگ بزرگی که به قلب متصل است و از قلب خون پمپاژ میکند، خون رو به تمام بدن. او اگه قطع بشه دیگه مرگ چی است آقا؟ حتمی است، برو برگرد نداره. ثم لقطعنا منه الوتين، چرا؟ لو تقبل علينا بعدا اقامه، یعنی این امین دین خدا بودن طبعا یکی از یعنی تنها مقدمه ایست برای اینکه اقامه دین الهی در روی زمین باشد. اقامه دین الهی که خدای تعالی همه انبیا رو امر فرمود و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. دین کی بابرجا میشد؟ اون زمانی که اون پابرجا کننده، اون مقیم، اون رسول، اون نبی، اون پیامبر بیاد بر اساس دین خدا حکم کند. کی میتوند؟ اون زمانی که امین بر دین خدا باشد. به خاطر بعضی از مطامع سیاسی که قوتش بگیرد و رهبری و نفوذش بیشتر بشد در گروه های مختلف از اقشار مختلف، نیاد چیزی رو به نام اسلام و شریعت و شارع بخواد تفوق بکند، خدای ناکرده. نه، الفقیه، حق الفقیه، متن روایت هست من یمقت الناس فی ذات الله، حق فقیه اونیست که اگر همه مردم یک طرف باشند او در ذات خدا یعنی محو در خداست و برای حکم خدا همه مردم رو غضب میکنن. امام راهب میگفت اگه در یک امری که من میدانم حق است و دین هست و اسلام همه مردم یک طرف بشن، من کوتاه نمیام، من یک طرف. ما میگیم جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی، اما اگر لحظه‌ای برای این نظریه مردم سالار و نظریه جمهوری اسلامی بخوایم دین رو فدا بکنیم و احکام دین رو نادیده بگیریم و حکم رو بر خلاف ما انزل الله در میان جامعه بیان بکنیم برای جلب رضایت جمهور و برای وانمود کردن اینکه منش مردم سالار داریم و برای اینکه بهبه و چهچه مردم را بخریم و جلب کنیم به خود و قدرت خود را زیاد بکنیم و نفوذ در طبقه های مختلف جامعه به خیال خودمون داشته باشیم، اما از دین چیزی مایه بذاریم، چیزی رو به عنوان دین بگیم که نمیگرد، این لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. فلذا هست که در میان همه خلفای اسلامی، بنی امیه، بنی عباس،
و خلفای دیگری که بعد از بنی عباس آمدند و بر مسلمین حاکم شده بودند، اینها هر کسی در دوره خودش از راه دین مسلمین را قبضه می کرد، دستور می دادند احادیث جعلی را، عده ای از اخوانید و مشایخ درباری را که به نام دین احکامی رو جعل بکنند به نام دین و از راه دین مردم رو مهار بکنند، از راه دین مهار بکنند. یکی از اون سیاست های اینها جدایی دین از سیاست بود، که سیاست جای خود، دین جای خود. علما کاری به سیاست چی آقا نداشته باشند؟ برای چی؟ برای اینکه راحت باشند این سلاطین از این که هرچی میخوان هده دین ببافند بر اساس مطامع سیاسی خودشون. و اگر علما باشن که نمیذارن اینها چیزی رو به عنوان دین ببافن و به مردم به عنوان دین تبلیغ بکنن و بیان بکنن. مسئله امین علا وحیک، این امین بر وحی الهی بودن، درست است که وحی اختصاص به پیامبر ما دارد، اما امین بر دین خدا بودن این اولین شرط اساسی هر رهبری از رهبرهای امت اسلامی است، که اگر این نباشد به هیچ وجه صلاحیت رهبری برای یک مدعی رهبری برای دین اسلام نیست، برای اینکه همه مردم هم بوده. و صل علی محمد امین که علی وحیک صلی الله علیه و آله و سلم و نجیبک من خلقک، یعنی مکارم اخلاق را در میان همه خلائق سرآمد است. این نجیبک علی خلقک یعنی این مکارم اخلاق را در میان بر همه خلائق چی آقا سرآمد است. صفیی که من عبادک، صفیر و خلیل در العین دو معنا براش میگه، یکی به معنای مختار فعیل، معنای مفعول مثل قتیل، بل به معنای مقتول صفی، یعنی من استفاه الله و اختاره. و معنای دومی که ایشون میگه یعنی خالص، معنای خالص گرفته، یعنی صف و شی، صف و صف و شی ای خالص او، الماء الصافی که عربا میگن، رو خیلی از این دوسر تبلیغاتشون نوشته، یعنی ماء خالص صافی، صف و شی یعنی خالص او. صفی یک من عبادک یعنی چی؟ یعنی هر دو معنا رو ما میتونیم بگیم، من اختاره الله لخلوصه من العیوب و الرذائل، لخلوصه من العیوب و الرذائل، واقعا برای رهبری امت اسلام این فقره از دعای نورانی امام سجاد علیه السلام یک سرمشق و سرلوحه میتوند باشد، که مهمترین مایزه های رهبری این سه عنصر، مخصوصا اون عنصر اول که امین که علی وحیک باشد، یعنی امین بر دین خدا بودن. اگر ببیند که حکمی از احکام الهی دارد کمرنگ میشد و کمرنگ میشد و فراموش میشود در میان جامعه، آنگاه بر او واجب می شود که اون حکم رو اعلان بکند، بیان بکند، گوش زد بکند بر اجرای اون و حتی الزام بکند بر انجام آن.
السلام علیکم و رحمت الله.